اگرچه این فیلم توی اسپانیا اتفاق میفته، ولی روابط و آدم‌ها و موقعیتی که هست برای آدم‌های جای مختلف، مثلا هموطنای من هم قابل فهمه، چیز دوری نیست از اونها. Deberíamos llamar a la Guardia Civil. No, Laura, por favor. Que no, de verdad, que no quiero que le hagan daño. نه، برای من واقعا کار کردن با خاویر، پنلوپه و بقیه اون هنرمندای توی این فیلم که یکشون آرژانتینیه ریکاردو دارین و بقیه اسپانیایی هستن، خیلی متفاوت نبود نوع کار کردنم با اون هنرمندایی که توی ایران باشون کار کردم. اینجا فقط به دلیل اینکه زبان رو به زبان اسپانیایی بود فیلم، من باید تلاش بیشتری میکردم و دقت بیشتری میکردم، ولی هیچ تفاوتی ندیدم. تنها چیزی که خیلی برام با ارزش بود و خوب بود، خیلی منظم بودن و خیلی تمام زندگیشون شده بود بازی کردن این فیلم در دوره که فیلم رو میساختیم. اونها توی این فیلم فقط هنرپیشه نبودن، به نوعی همه گروه هنرپیشه ها و آدم های اصلی گروه یه جوری مراقب هم بودن که این فیلم یه تصویر اسپانیایی دقیق باشه، نه خیلی کلیشه و تیپیکال باشه از اسپانیا، نه خیلی دور باشه، و به همین دلیل نقششون بیش از در واقع یه هنرمند یا یه عضو از گروه بود. به نظرم یکی از مهمترین تمهایی که توی این فیلم هست زمانه. دغدغه من شده توی این سن و سال که به فکر کردن به گذشته، من که چقدر گذشته رو دوش ما سنگینی میکنه و ما هیچ موقع ازش رها نمیشیم. این یکی از تمهای فیلمه. اون مثالی که من تو مصاحبه های دیگه هم زدم که ضرب المثل کوبایی که میگه ما نمیدونیم چه گذشته‌ای در انتظارمون خواهد بود، مثل اینکه این بیس وقتی فیلم ها رو نوشتم دیدم که این بیس فیلمه. ایرنه ایرنه